اعتیاد و بدبختی زیر این پل در غرب کابل. مواد مخدر زندگی خیلی ها را نابود کرده. برای سالها مصرف هروئین مشکل اساسی در اینجا بود، اما حالا خیلی ها به مواد ارزانتری روی آوردند. شیشه واقعا اگر زیر پول بورین ببینین هیچ جای آدم نه، جای معذرت میخوان دراد مجلس ماشم، جای سگ نیست اونجا. شیشه بسیار کم میزد من دیگه، اینا لیدنیمی 3-4 سال دیگه شیشه زیاد شد. بازوام کلن طبقه جوان. افغانستان در حال حاضر بخش اعظم هروئین جهان را تولید می کند با استفاده از این خشخاش ها. حالا به سرعت به تولید کننده عمده شیشه تبدیل می شود. یک ماده مخدر دیگر که شدیداً اعتیاد آور است و غیر قانونی. تولید شیشه وقتی رونق گرفت که معلوم شد این گیاه که در افغانستان فراوان است می تواند برای تولید ماده اصلی شیشه یا افدرین مورد استفاده قرار گیرد. افغانهای کم درآمد در مناطق روستایی در جایی مثل این آن را تولید می کنند و می فروشند به کسانی که آن را تصفیه می کنند تا به شیشه تبدیل شود. یک تیم تحقیق با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای افزایش تولید افدرین را دنبال می کند. آنها فقط در یک منطقه بیشتر از 300 آزمایشگاه پیدا کرد. The realization that you could produce methamphetamine from a wild crop. فهمیدن اینکه میشه از یک گیاه وحشی در کوه‌ها شیشه درست کرد، بازی رو عوض کرده. شما از استفاده داروهای وارد شده با قیمت زیاد یه دفعه میرین به سمت یه ماده ارزون که در طبیعت رشد میکنه و درست کردنش هم ساده است. Commodity that is growing in its abundance. در گذشته آمریکا مکانهایی را که مزنون به ساخت افدرین در افغانستان بود هدف حمله هوایی قرار میداد، چرا که طالبان از این آزمایشگاه ها مالیات می گرفتند. اما این آزمایشگاه ها خیلی راحت دوباره ساخته می شوند. محموله های شیشه که احتمالاً در افغانستان تولید شده اند حتی در کشورهایی مثل استرالیا هم کشف شده. اینجا محموله ای از شیشه که در بطری های آب معدنی حل شده به ارزش بیش از 15 میلیون دلار کشف شده. طبق دیده‌ها و تحقیقات ما میزان شیشه که از افغانستان و کشورهای اطراف آن وارد می‌شود زیاد شده. تحقیقات آزمایشگاهی که شما روی این مواد انجام داده اید آیا نشون میده که در تولیدشون از گیاه افدرین استفاده شده؟ همه نتایجی که از توقیف شیشه داریم نشون میده که اونها از گیاه افدرین ساخته شدن. روشنه که اینها اطلاعات مهمیه برای ما. شیشه افغانستان هرچند ممکن است به سراسر جهان صادر شود، اما اینجا هم بیچارگی آورده و ادامه بی‌ثباتی به این معناست که میزان تولید شیشه و در نتیجه تعداد زندگی‌هایی که تباه می‌شود افزایش پیدا می‌کند.